مبارک هوادارامون 3 امتیاز و خدا رو شکر بازی رو بردیم. انشالله بازی به بازی بریم جلو و بتونیم بازی رو ببریم. از اون طرف هم رقیبامون نبرن انشالله که بتونیم قهرمان شیم. گردنم هم خدا رو شکر خوبه، توی تمرین قبل تونستم ضربه سرای خوب بزنم، یعنی با پرفشار باشه و اونجوری صد نبودم نیستم، ولی انشالله که در آینده اتفاقای خوب بیفته. Positive stadium atmosphere, about fans, very good, very good, very fans is Persepolis is the best. We were stronger team and we win the game, so we are keep pushing the Sepahan Esteghlal because we are winning the game, now they need to play, so we are waiting for the result. Until the end we will fight. خب خدا رو شکر، حالا زحمت بچه‌ها بود و کادر فنی تونستیم بازی رو ببریم و حالا میگم عمرم به همکارتون گفتم بازی به بازی متمرکز می‌کنیم، انشالله بتونیم تو هفته آینده هم برنده بشیم و گوچ بقیه‌ش هم با خداست. قهرمان که 5 6 هفته مونده دیگه، خیلی زوده فکر کنم واسه حسابات. ما میگم ما تمام تلاشمون رو می‌کنیم، هر بازی هم می‌ریم واسه یه برد و بقیه‌اش دیگه با خداست. حالا بازی رو خوب شروع کردیم ولی خب توی دقایقی گل خوردیم، نیمه دوم می‌خواستیم جبران کنیم، سه دفاع کردیم ولی خب به اون نتیجه که بعد می‌رسیدیم نرسیدیم. سه تا تیم تو کورس قهرمانیه، فکر می‌کنم یکی قهرمان میشه میلا. فکر می‌کنم سپاهان قهرمان. امروز یه بازی خیلی سنگینی بود و واقعا یه تیمی که از لیگ یک به لیگ برتر صعود کرده، این پتانسیل رو داره، این فوتبال رو داره، این جوان‌ها رو داره، واقعا باید تبریک بگیم به مردم خوب انزلی، به تیم خوب ملوان و سرمربی این تیم. خدا رو شکر، خدا رو شکر یه 3 امتیاز خیلی خیلی مهم بود با توجه به اینکه یه روز زودتر از رقبامون بازی داشت. این در هواداری استقلال اعتقاد دارن یه نگاه خاصی همیشه به پرسپولیس بوده، حالا شاید به خاطر حذفشون از رقابت لیگ قهرمانان آسیا یه مقداری هم دلخور باشن. اینجوریه واقعا یا اون مشکلات رو پرسپولیس هم داره؟ من بگم خدا رو به شاهد بگیرم، اتفاقاتی که پشت پرده واسه تیم ما هم میفته دست کمی از تیم استقلال نداره. بالاخره تیمایی که دولتی هستن تمام شرایطشون یکسانه، ولی ما بچه‌هامون یه خورده شاید سه صد داشته باشن، یه خورده شاید مأخوذ به حیا باشن و هوادار رو به نظر من تو این شرایط شاید درک کنن که تو سخت‌ترین شرایط میان و یه فوتبال زیبا و یه نتیجه دلخواهی که میخوان و از ما انتظار دارن، وگرنه ما هم مشکل داریم از ریزترین، از مسائل قراردادی، از پاداشامون، از پولایی که از پارسال طلب داریم و حتی مسائل کوچیکتر. ولی امیدوارم که این اتفاقات نیفته تو فوتبال کشورمون و این فوتبال که باید باعث دوستی، رفاقت و همبستگی بشه، خدای نکرده باعث دو دستگی و ناراحتی نشه.